جمهوری آذربایجان روز سهشنبه دفتر نمایندگی خامنه‌ای را در باکو پایتخت این کشور بست و آن را پلمب کرد درباره این اقدام جمهوری آذربایجان که پس از تهدیدهای خامنه‌ای به سیلی زدن به این کشور صورت میگیرد خبرگزاری نیروی تروریستی قدس سهشنبه سیزدهم مهر با سرخوردگی خبر داد که به دستور مقامات آذربایجان مسجد و دفتر نمایندگی آخون سید علی اکبر نژاد نماینده ولی فقیه در باکو پولومب و تعطیل شد همزمان یورو نیوز 13 مهر گزارش داد ترکیه از برگزاری رزمایش مشترک با جمهوری آذربایجان به نام برادری خدش ناپذیر از روز سهشنبه به مدت چهار روز خبر داد یورو نیوز افزود پیشتر و با تشدید تنش ها میان تهران و باکو ارتش رژیم ایران با اجرای رزمایش نظامی در مرزهای شمال غربی این کشور بر حضور خود در این منطقه افزود. از سوی دیگر کمال خرازی با تکرار تهدیدهای ولی فقیه ارتجا علیه جمهوری آذربایجان گفت توهم خرید امنیت از بیگانگان را از سر بیرون کنید توسل به بیگانگان برای تأمین امنیت کشور راه حل معقولی نیست علی پوروز عضو مجلس ارتجا گفت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه حرکت تحریک‌آمیز و شیطنت‌آمیز به کشورهای بیگانه را نخواهد داد. رزمایش فاتحان خیبر پیام اقتدار و آمادگی به دشمنان بود. روز دوشنبه دوازدهم مهر سایت حکومتی انتخاب با درجه اظهارات الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر تکذیب حضور نیروهای اسرائیل در خاک این کشور نوشت علیوف که به منطقه مرزی ایران سفر کرده بود گفت به مردم آذربایجان و تمام جهان می گویم که اتهامات بی اساس علیه ما بی پاسخ نخواهد ماند. هر کس باید متوجه مسئولیت سخنان خود باشد. ما اجازه نمی دهیم کسی تهمت بی اساس علیه ما مطرح کند. کسی هم نباید در امور داخلی ما دخالت کند.